امروز یک شنبه 11 فوریه به سالن اسکار پترسون دانشگاه کنکوردیا در شهر مونترال آمدیم تا شاهد یک کار هنری بی‌نظیر باشیم، کاری به نام هنر بداهه. در واقع این کار تلفیقی هست از رقص، موسیقی و اشعار معاصر. در این کار اساتیدی همچون استاد شاهرخ مشکین قلم، نمایشنامه نویس و طراح باله ایرانی حضور دارند به همراه خانم شبنم طلوعی از هنرمندان برجسته کشورمون در بخش تئاتر و شعرخوانی و همچنین کار موسیقی این اثر با اساتیدی همچون بهفر بهادران هست که از اساتید سازهای مضرابی هستند و همچنین استاد پژمان حدادی که از اساتید سازهای کوبه‌ای هستند. با من همراه باشید تا بریم از نزدیک این عزیزان رو ببینیم و شاهد کار زیباشون باشیم. خدمت استاد عزیز استاد شاهرخ مشکین قلم هستیم. میخواستیم خیر مقدم بگیم از طرف تمامی مونترالی های عزیز که میدونیم عاشق ایشون و هنرشون هستن و خیلی دوست داریم که ببینیم ایشون نظرشون راجع به شهر مونترال و هموطنان ایرانی در مونترال چی هست. والا اینجوری که شما من معرفی من مجبورم متقابلا بگم منم عاشق همشون هست. ولی خب خیلی ممنون از اینکه لطف دارین به من از هم یعنی همشهریاتون، هموطنان همشهری مونترالی سپاسگزارم از اینکه انقدر لطف دارن به هنر من، به خود من که الزاماً نباید عاشق من باشن، عاشق شاید کارم باشن چون خود من اونو که نمیشناسن و خوشحالم که اهل هنر هست که این سبک هنرم دوست داشته باشن، چون خب هنر فقط یک جلوه که نداره، هزاران جلوه داره و نمیتونیم از همه جامعه انتظار داشته باشیم یک پارچه همشون یک جور هنر رو دوست داشته باشن. و خوشحالم که همه جور هنر دوست و همه جور هنرمند داریم تو مملکتمون. در کشورهای میزبان متفاوت رنگهای متفاوت دارن این هنر دوستان و خب مورد عنایت هم مرا قرار میدن، خیلی هم نظر لطفشونه، سپاسگزارم ازشون. بازم اگر از این الطاف داشته باشن و نشون بدن ما هم بیشتر میاییم اینجا. خیلی ممنون قدمتون روی چشم. من میخواستم راجع به استاد بگم که ایشون هم ید طولایی در تئاتر دارن، هم ید طولایی در انواع رقص کشورهای در واقع مختلف و ابداع کننده میشه گفت باله ایرانی هستن. به خیلی نکاتی پرداختن که شاید کمتر پرداخته شده بهش در این در واقع در دا کل داستان رقص و حتی تئاتر و غیره و خیلی ارزشمنده، خیلی خلاق هستن به نظر من. میخوام ازشون بپرسم که این خلاق بودن چقدر شما رو ارضا میکنه توی کارتون، چون میدونم که شاید پول، شاید شهرت، باید که میدونم چنل یوتیوب و اینا هم ندارید و اینها دنبال اون داستان ها نیستید، این خلاق بودن چقدر شما رو ارضا میکنه در هنر؟ فکر می‌کنم تنها چیزی که وجود داره در هنر همون لذت آفرینش دیگه. اگه اون لذت آفرینش بخواد به خاطر پول یا به خاطر شهرت باشه دیگه اون حداقل به ذم بنده حقیر اینجوره که اصلا هیچ کدوم از اونا شوقی رو در آدم به وجود نمیارن. شوق پول درست کردن از هنر که دیدگاه حداقل من نیست که بخواد بشه هدفم، به خصوص موقعی که من شروع کردم تو این زمینه باور نداشتم یه جامعه ایرانی آنچنان هنر دوست بشه که رقص براش مثلا بتونه اینقدر ارزش پیدا بکنه که نوازنده های ایرانی بخوان حاضر بشن که کنار یک رقصنده بنوازن به صورت زنده. اون زمان 40 سال پیش که من شروع کردم غیر ممکن بود بخوای به یک نوازنده ایرانی بگی که آره بیا با همدیگه بریم روی صحنه، چون خب این هنوز این اتفاق نیفتاده بود توی جامعه ما، این تحول که به رقص به عنوان یک هنر دیده بشه، بیشتر به عنوان به قول این انگلیسی زبان ها انترتینمنت بود، برای تفریح بود. کما اینکه یادم اولین بیننده هام از تعریف خودشون دارم اینو میگن، وقتی
میگفتن که بهشون بیایم بریم یه برنامه رقصه، میرفتن تو سالن میگفتن اینجا که تو صندلیه آقا، ما قرار بریم برنامه رقص بشینیم تماشا کنیم، میشد این چه جور برنامه رقص؟ چون نداشتیم دیگه، فکر می‌کردن رقص یعنی که بقیه مردم هم برقصن، یا اینکه تا برنامه شروع شه همه شروع کنن به بشکن زدن و خودشون هم در حال. رقص برای من یه تعریف دیگه ای داره که الزاماً در طرب نوشته نشده، در نشاط نیست، کما اینکه خب یک زبانی است که در این زبان، چون در فرهنگ ما غمنامه است زبان تاریخ ایران، رقص من هم بیشتر بازتاب اون غمنامه تاریخ ایرانه، خود به خود اون نشاط رو به وجود نمیاره. ممکنه یه وجدی برات به وجود بیاره که از خود بی خودی چه میدونم اشک شوق بریزی یا حسرت یا این قفلت هایی رو که گریبان همه ماها رو گرفته رو بتونه یادآور بشه. من در واقع یه جورایی تاریخ ایران رو با تمام فراز و نشیب‌هاش میرخصم و همیشه هم این کار رو کردم. الان هم که حالا شما خودتون خواهید دید که اینجا کمترین جایی که نشاط رو میتونی حس بکنین در یک همچین برنامه یه، به خاطر که لحظات آفرینشش وقتی رقم خورد که دیگه در تلخترین دوران این 50 ساله فعلی است، خود به خود مردم برخوردشون هم همون جوری تلخ و دراماتیک با این رقص، خود به خود این معنی دیگه ازش کاملا برداشته شده، معنی نمیتونم بگم دروغین، یه معنی سطحی که از رقص بود تو ذهن مردم خوشبختانه برداشته شده. نه اینکه من مخالف شادی باشم اصلا، و من خودم تو محافل تو تولدا مسلماً نمیرم مثلا با ناله و این حرفا برقصم دیگه، تو تولد دوستام یا تولد خودم که اون نشاط سر جاش هست، اون یه فضای دیگه است. ولی کار من، چیزی که من دارم معرفی میکنم، تاریخ ایران سعی میکنم، حالا تاریخ باستانی، افسانه‌ای، اسطوره‌ای و یک روحیاتی است از جامعه ما، مال امروز، مال دیروز، شاید فردا. عرض سلام خدمت خانم شبنم طلویی از اساتید تئاتر و از هنرمندان بزرگ ایران که ما افتخار میکنیم به وجودشون در شهر مونترال. میخواستیم یه خوش آمدگویی بگیم از طرف تمامی ایرانیان ساکن مونترال به ایشون و ازشون بپرسیم که چه حسی دارن که در مونترال هستن و برای این کار زیبایی که میخوان انجام بدن. منم به شما عرض ادب و احترام دارم، همینطور به مخاطبین تلویزیونتون و به عزیزان ایرانی ساکن مونترال. احساس خیلی خوب و پر از هیجان و شهرتون که زیباست، دل مردم ایرانی هم که همه جا زیباست و پر از آماده در واقع همراهی با هنرمندان، بنابراین خیلی خیلی خوشحالم و همجور که دیدین الان پریدم، هنوز آماده نشده، اومدم جلو دوربین شما. بارو شما ایشونو سریع دستگیر کردیم برای مصاحبه. فقط یه سوال می‌خواستم بپرسم، می‌دونم که شما خیلی مورد بیمهری در ایران قرار گرفتید به خاطر حالا محدودیت‌هایی که هست، می‌خواستم بدونم چه احساسی دارید با این کاری که داره انجام میشه و به خاطر محدودیت‌هایی که مثلا زنان در ایران دارن، که اشعاری هست از خانوم های شاعر های معاصر ایران، مثلا ببینم چه حسی دارید در واقع به این کار زیبایی که قرار انجام بشه. شما روی یک چیزی دست گذاشتید که قصه هزار داستانه. به هر حال هر کدوم ما که از ایران مجبور شدیم بیایم بیرون،
در هر فرصتی فکر میکنیم که صدای عده‌ای هستیم که صداشون شنیده نمیشه. حالا در این شعرهایی هم که انتخاب شده، مخصوصا یکی شعر خانم فاطمه اختصاری که اون رو اجرا میکنم، واقعا انگار که دارم یک نسلی رو که آزار دیدن، صداشون رو بریدن، زندانی شدن، احساس میکنم که از طریق کلمات فاطمه اختصاری این صدا رو دارم در واقع روی صحنه با بقیه پخش میکنم. خیلی مخصوصا در اون قسمت خیلی من میرم یه جاهایی که همون جاهایی که همه ازش پر از خاطره هستیم و همه دلمون میخواد که اونهایی که آسیب دیدن یه روزی بتونن با امنیت زندگی بکنن و هیچ کس مجبور نباشه جواب پس بده که داره به چی فکر میکنه، میخواد تو حریم شخصیش چجوری زندگی بکنه، مثل همین کشوری که الان شما توش هستید و ما میزبان هستیم. خیلی ممنون، خیلی از این زحمات شما، و ما صدای شما رو قبلا شنیده بودیم در حالا در فضای مجازی و غیره. امروز من دیدم شما تمرین میکردید، دیدم چه صدای زیبایی. ما مشتاقانه منتظریم که این صدا رو از نزدیک بشنویم و هنر شما رو از نزدیک ببینیم. ممنون، مرسی ازتون، موفق باشید و دوباره عرض ادب به مخاطبین برنامه. خیلی لطف کردید، خدا نگهدار. آنها قرابت این لحظه کهنه را در مشقهای خود با لکه درشت سیاهی در سینه مردم گروه ساقط مردم دل مرده و تکیده و مبهوت در زیر بارش بوم جسدهاشان از غربتی به غربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهاشان متورم می شد. گاهی باره از درون متلاشی می‌کرد. آنها به هم هجوم می‌آوردند. مردم درون یک دیگر را با کار می‌دریدند. در میان بستری از خون با دختران نابالغ هم خوابه می‌شد. عزیزان، به طور اتفاقی ما در جمع در واقع حضار استاد کامجوی عزیز رو دیدیم که از نوازندگان چیره دست کمانچه هستن و همچنین سازهای بسیار زیادی رو تسلط دارن. ایشون استاد موسیقی بنده هم بودن در زمانی که من در هولوژ 12 13 سال بودم. این یکی از افتخارات بزرگ من هست. استاد، ما میدونیم که شما با آقای در واقع شاهرخ مشکین قلم قبلا هم کار مشترک داشتید، میتونید یه توضیح هم راجع به این قضیه به ما بدین؟ بله، فستیوال تیرگان یادم نیست چه سالی، ولی حدود 5 6 سال پیش که شدم بیشتر، یه پیشنهادی دادن که با آقای مشکین قلم، یا من شاهرخ برام راحت‌تره بگم، با شاهرخ یه برنامه مشترک داشته باشیم که اون سال شاهرخ توی فستیوال بودن با همراه کقین گونزالس که مثلا با هم کار میکنن، و آنساملی ما هم یه آنساملی بود که روگر پرسون که از مونتریال بودیم و چند تا موزیسین هم به ما اضافه شدن از تورنتو، و گمونم یادم نیست برنامه اختتامیه بود یا نه، ولی برنامه بزرگی بود که فضای باز بود و فکر کنم اینو یادمه که حدودا شاید 10,000 نفر یا بیشتر تو اون برنامه شرکت کردن و تجربه خیلی خوبی بود و فکر کنم کنسرت موفقی هم شد. یک تیغ بده موهایم را بتراشم، سرم هوایی بود و بی واسطه ی روسری کمی بیندیشم، نخو سوزن هم بده برای زبانم، میخواهم بدوزمش به سق، اینگونه فریادم بی صدا تر است. قیچی یادت نرود. میخواهم اندیشه هایم را سانسور کنم. پودر رخت شویی هم لازم دارم برای شست و شوی مغزی.
با سپاس از همگی شما عزیزان که در این برنامه همراه ما بودید و به امید سربلندی ایران عزیز و هنر ایرانی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.